از یه رمان علمی. یکی بود یکی نبود، خیلی میکروب فلکسنر بود. یکی از این میکروب ها از همه مهمتر بود، چون که ما در اینجا معروفش میکنیم و شرح حالاتش را به رشته تحریر در میآوریم. این آقا فلکسنر میکروب عادت نداشت شب شش بگیرد و روی خودش اسم بگذارد و خودش نمیداند که متخصص اسهال و شکم روش است. ولی یک نفر آقا آدمیزاد که اسمش فلکسنر بود، یک روز در لابراتوار خودش جلوی میکروسکوپ مشغول تحقیقات بود. یکی از امثال او را روی شیشه نازک از پشت ذره‌بین دید و اسم خودش را روی او گذاشت و به این وسیله هم خودش و هم میکروب اسهال را معروف کرد. این آقا فلکسنر که قهرمان رمان علمی ماست، با محبوبش روی یک دانه اسکناس چسبیده بود. هراسان بی حال آنجا سگ می زدند و هیچ تغذیه گیرشان نمی آمد که تغذیه بکنند. دست به دعا و زاری برداشته بودند و توبه کردند که دیگر تولید مثل نکنند و به حیثیات دیگران تجاوز نکنند، آنها را دوباره مجاور گلوبولها بگذارند. دست بر قضا در همین وقت یک انگشت نمناک روی اسکناس چسبید و معشوقه آقا فلکسنر را برداشت و برد. یک دقیقه طول کشید که به نظر آقا فلکسنر چندین هزار سال آمد. اشک ریزان و تو سرزنان، انگشت حسرت به دندان، حیران در فراغ معشوقش گریه می کرد که ناگاه دوباره انگشت نمناک روی اسکناس خورد. آقا فلکسنر هم خودش را قلاب کرد روی انگشت. آنجا میلیون ها میکروب دیگر هم روی آن انگشت بودند. هنوز آقا فلکسنر ما با آنها آشنا نشده بود و چاق سلامتی نکرده بود که انگشت چسبید روی یک نان شیرینی. اتفاقا آقا فلکسنر خانم فلکسنر را آنجا پیدا کرد. با هم روبوسی کردند و هنوز اشعار عاشقانه برای هم نخوانده بودند که رفتند در یک مملکت گرم و نرم و نمناک که بوی اطعمه و اغذیه در آن پیچیده بود. آبها و شیرهای گرم دیگر قاطی آنها شد، ولی این دفعه آقا فلکسنر خانم فلکسنر را ول نکرد. عیش کنان و رقص کنان از چندین مملکت‌های تاریک و باریک گرم گذشتند. افتادند در یک مملکت بزرگ پر از اغذیه که ترشحات دیگر به آنها شد و میان شیره اغذیه از میان چندین مملکت دیگر گذشتند، تا اینکه از جدار یکی از این مملکت‌ها داخل خون شدند. سپاس خداوند تبارک و تعالی را به جای آوردند که به مکان مهم و مطمئنی رسیدند. اول چند گلوبول سفید را تغذیه کردند، قدری جان گرفتند، تمدد اعصاب دادند. ولی آقا فلکسنر و خانم فلکسنر توبه خودشان را فراموش کردند و بی آنکه دقیقه‌ای را از دست بدهند فوراً مشغول تولید مثل شدند. هر دفعه هم که خانم فلکسنر سر خشت می‌رفت، چشم شیطان کور، میلیون ها آقا فلکسنر کوچولو از او صادر می شد. آن وقت بچه های آنها هم هنوز چشمشان باز نشده بود که سر و گوششان می جنبید. آنها هم با هم تولید مثل می کردند. در مساف اول که گلوبول ها به آنها حمله کردند، یک دسته میکروب های دیگر هم با آنها دست به یکی شدند و مقدار زیادی از گلوبول ها را قلع و قم کردند و خوردند و آنها را متواری کردند. مشغول عیش و نوش و تولید مثل شدند. در چهار مساف دیگر که با گلوبول ها دست و پنجه نرم کردند، چشم زخم خطرناکی به آنها وارد آوردند و فتح الفتوح مهمی نصیب آنها گردند. و
ولی در میان جنگ و گریز یکی از گلوبولهای سفید خانم فلکسنر را قورت داد و داغش را به دل آقا فلکسنر گذاشت. ولی آقا فلکسنر که وظیفه تولید مثل را به عهده گرفته بود، اشکهای چشمش را پاک کرده با نوه نتیجه های مؤنث خودش عمل تولید مثل را که عهده‌دار شده بود مداومت می داد. چه می شود کرد؟ تقصیر او که نبود. چه می دانست که آدم ها گلوبول های خودشان را دوست دارند و دکترهای عظیم و شان بر ضد آقا فلکسنر ها دواهای جور به جور درست کردند و دشمن خونی آنها هستند. لابد خداوند تبارک و تعالی آقا فلکسنرها را از روی فلسفه و مشیت خودش آفریده بود. ولی آدمها به کارخانه او دست می زدند و با آقا فلکسنرها دست و پنجول نرم می کردند. آقا فلکسنر ما چون باهوشتر از رفقایش بود و گرم و سرد روزگار را بیشتر چشیده بود، گوشه یک دانه ورید خیلی باریک که اگر دوتا میکروب دعوا میکردند سر یکی از آنها به دیوار ورید میخورد، خیلی متفکر نشسته بود و دائم تولید مثل میکرد. گاهی در میان جنگ پشت پا به گلوبولها میزد و زمانی که گلوبولهای خون حمله میکردند او دعا میخواند، به بچه هایش فوت میکرد و آنها را دم چنگ گلوبولها میفرستاد. تا اینکه دفعه آخری که گلوبولها حمله کردند، قاطی آنها مایه های جور به جور خطرناک از آقا فلکسنرها تلفات عمده گرفت و گلوبولها دوباره چاق و چله حمله میکردند. چون صاحب آن انگشت‌ها که فلکسنرها را خورده بود به کمک دکترها بر ضد فلکسنرها اقدامات مجدانه می‌کرد، انجکسیون می‌زد، تلقیح و تزریق می‌کرد، ولی همه زحماتش به هدر رفت چون آقا فلکسنرها به قدری زیاد شدند که در یک مساف دیگر نه تنها تلفات عمده به آقا گلوبول‌ها وارد آوردند، بلکه میکروب‌های دیگر را هم معوف می کردند و می خوردند. از این مساف به بعد روز به روز حال آقا گلوبولها خرابتر می شد، تا اینکه یک روز هرچه آقا فلکسنرها منتظر شدند دیگر آقا گلوبولها به سراغ آنها نیامدند که دعوا بکنند و از آنها شکار بگیرند و بخورند. و کم کم شریانها و وریدها سرد شدند. آقا فلکسنرها از کرده پشیمان شدند، به بدبختی خودشان گریه کردند و هی تلفات دادند و فهمیدند که زندگی صاحب آن انگشت‌ها که توی تنش آنقدر گلوبول‌های خوشمزه داشت برای زندگی آنها لازم بود، تا اینکه بالاخره همه آقا فلکسنرها دار فانی را وداع گفتند و جان به جان آفرین سپردند و رفتند. صاحب انگشت‌ها به آقا فلکسنرها خوبی کرد. آقا فلکسنرها هم گلوبولهای او را شل و پل کردند، چنان که پیران ما گفتند سزای نیکی بدی است.